28مین روز بهمن ماه برابر با 17 فوریه، سال 978 خورشیدی برابر با 1800 میلادی، سوزاندن جوردانو برونو، فیلسوف و شاعر ایتالیایی به حکم دادگاه تفتیش عقاید. وی که از نوجوانی وارد مدرسه مذهبی شده بود، به سرعت علوم مربوط به دوران ارسطو را فرا گرفت، ولی هوش سرشار او موجب شد از خرافات این مکتب روی گردانده و از فلاسفه قبل از سقراط پیروی کند. در نتیجه مجبور شد به روم فرار کند. برونو از آن پس به تبلیغ افکار خود پرداخت و مدت 16 سال در انگلستان، آلمان، سوئیس و شهرهای ایتالیا سرگردان بود. وی ضمن تدریس در دانشگاه پاریس، اساس علم و دانش آن روز یعنی منطق ارسطو و نظام کائناتی بطلمیوسی که زمین را مرکز عالم می‌دانست رد می‌کرد. و همچنین حکمت طبیعی ارسطو را مردود اعلام نمود و آنها را مورد مخالفت سخت قرار داد. این امر مخالفت مقامات مذهبی را برانگیخت. از این رو چنان عرصه را بر برونو تنگ کردند که باعث شد همواره در راه فرار از شهری به شهری دیگر باشد و سرانجام هم به جرم نگارش کتاب‌های کفرآمیز و همکاری با ملکه الیزابت که مخالف واتیکان بود به مرگ محکوم گردید و در آتش سوزانیده شد. سال 1051 خورشیدی برابر با 1673 میلادی، در گذشت ژان باتیست مولیر، نمایشنامه نویس فرانسوی که در شهر پاریس به دنیا آمد. او در ابتدا دروس مقدماتی را در مدرسه اشراف گذراند و سپس در رشته حقوق به تحصیل پرداخت، اما چون به کار هنرپیشگی علاقه داشت به تئاتر روی آورد و یک گروه تئاتر را تشکیل داد. وی در آغاز کار با دشواری‌های فراوانی روبرو شد، ولی سرانجام حمایت لویی 14 پادشاه فرانسه او را از گوشه انزوا خارج ساخت و بر آن داشت که زندگی هنری خود را دنبال کند. مولیر شهر به شهر تئاترهای خود را به نمایش می‌گذاشت تا اینکه به شهرت رسید. از آن زمان بود که شاهکارهای بزرگی خلق کرد و آنها را در میان استقبال شدید مردم به اجرا می‌گذاشت. مولیر آفریننده خستگی ناپذیر بود که نمایشنامه‌های او تزویر و شرارت روح بشر را با جسارت و طنز مورد نقد قرار می‌داد و بر انحرافات ذهن حمله می‌کرد. وی نه تنها یک نویسنده، بلکه بازیگری بسیار ماهر و زبردست بود. سال 1367 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، آغاز مذاکرات صلح ایران و عراق در نیویورک. دبیر کل سازمان ملل پس از شکست مذاکرات مربوط به خاتمه دادن جنگ ایران و عراق از شورای امنیت درخواست کرد که برای خروج مذاکرات از بنبست اختیارات بیشتری به وی داده شود. شورای امنیت با این درخواست موافقت کرد. مذاکرات سه جانبه مقامات ایران و عراق با حضور دبیر کل سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت و مشخص گردید که بنبست در جریان مذاکرات قبلی نتیجه تعلل عراق در اجرای مفاد قطعنامه 598 به رغم فشارهای بین المللی بود.